چطور میتوان در مرد شهری بر ماه نفوذ کرد و به درون قلبش راه یافت؟ از کتاب ستارگان و تفاهم. مرد شهری بر ماه پرشور و هیجان و احساساتی نیست و نیاز فوری به زندگی مشترک و تشکیل خانواده و فرار از تنهایی، نیازی که هر مرد معمولی در مقطعی از زندگی خود احساس میکند، در او وجود ندارد. این عدم نیاز به همدم دلیل نرمال نبودنش نیست، بلکه او فقط از تنهایی رنج نمیبرد و حتی وقتی که تنهاست راحت تر است. حضور مداوم دیگری گاهی اوقات برایش غیر قابل تحمل می شود. مرد شهری بر ماه یک زندگی کاملا مخصوص به خود دارد و تقریبا همیشه دارای عادات شکل گرفته است که به آنها سخت علاقمند است. طبیعتاً حضور یک زن ریتم متفاوتی به زندگی او خواهد داد و او از تغییر متنفر است. هیچ کدام از متولدین مرد ماه‌های دیگر مانند او معرف تمام خصوصیات مرد مجرد پیر نیستند. این تصویر را برای دل سرد کردن شما ارائه ندادم، بلکه طرحی از یک تیپ نجومی که عادات عاطفی پیچیده‌ای دارد ترسیم کردم. و اگر بعد از آنچه که گفتم باز هم تصمیم به دست آوردن او دارید، تصمیمی که من قهرمانانه توصیف میکنم، بدانید کارتان مشکل خواهد بود. مرد شهری بر ماه هم پاشنه آشیل، یعنی نقطه ضعف خودش را دارد. او حتی دو نقطه ضعف دارد: علاقه به دوستی های روشنفکرانه و نوعی تاثیرپذیری که او را تضعیف میکند و گاهی اوقات به سرحد حالت های خودآزاری میرساند. بنابراین اولین توصیه این است تا جایی که ممکن است خودتان را دارای حضور ذهن و باهوش جلوه دهید. کمتر مردی به اندازه او از مصاحبت خوب لذت می‌برد. او با شما از ادبیات صحبت خواهد کرد، پس بهتر است در این زمینه مطالعه کنید. او اشعار و نوشته‌هایش را به شما می‌دهد تا بخوانید و نظرتان را در مورد آنها برایش بازگو کنید. سرگرمی شعر سرودن و نویسندگی در نزد متولدین این ماه بسیار دیده می شود. از استعدادش با او حرف بزنید. به او اعلام کنید که بعد از خواندن اشعارش به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بودید که دیگر به خواب نمی رفتید. البته مبالغه نکنید. درست است که او خودش را نابغه می داند، ولی قوه انتقادش هم خیلی پرورش یافته است. شما می توانید گاه گاهی با رفتارتان حس وسواس او را تحریک کنید، به طوری که فکر کند چندان مطلوب شما نیست. در این صورت میل او به رنج بردن تحریک خواهد شد. قاعده دیگر برای به دست آوردن دل او این است که به او بگویید مایل هستید همیشه به صحبت‌های او گوش فرا دهید، زیرا هر چه که در زندگی یاد گرفته اید از طریق او بوده. او عاشق تعلیم دادن به دیگران است و ایمان دارد که همیشه آدم‌ها احتیاج به یادگیری دارند. البته در این مورد اشتباه نمی کند، ولی خود را از این قاعده مستثنا می انگارد، چرا که همه چیز و یا تقریبا همه چیز را می داند. در صورتی که شما موفق به متقاعد کردن او در مورد نقش مهمش در بهبود نحوه دیدتان نسبت به مسائل مختلف و همینطور نسبت به زندگی بشوید، احساس خواهد کرد که خوشبخت‌ترین مرد روی زمین است. با جدیت از پاکدامنی و فضیلت خود دفاع کنید. او از این لحاظ از شما خیلی ممنون خواهد شد. چیزی که او را پای سفره عقد می نشاند عفاف شماست. او احترام زیادی برای پاکدامنی قائل است. هیچگاه برای او جوک های مبتذل تعریف نکنید و از عنوان کردن مسائلی که مربوط به سکس می شود بپرهیزید. در غیر این صورت او شما را جزو زنان از دست رفته ای که آمار دقیق آنها را دارد طبقه بندی خواهد کرد. سعی کنید مثلا تعداد موهای یک مرد یا تعداد بیکاران کشورهای جهان سوم و یا تعداد باقی مانده از حیواناتی که نسل آنها رو به انقراض است را به دقت یاد بگیرید. این قبیل آمار شدیداً مورد علاقه اوست و سوژه های جالبی برای صحبت کردن و گذراندن وقت با او می باشد. سعی نکنید او را به جاهای خیلی شیک بکشانید. حتی اگر جزو طبقه به اصطلاح بالا باشد، از هر نوع تجمل دنیوی بیزار است. و لبه تیز انتقادش اگرچه به حالت طنزآمیز باشد، بر این جنبه های تکبر برانگیز زندگی فرود می آید. به خاطر داشته باشید او خیلی مقتصد است و از پول اندوختن لذت می برد. پولی را که به دست می آورد به جای خرج کردن دوباره سرمایه گذاری می کند. او مردی است که ثروتمند، گاهی اوقات خیلی ثروتمند می شود. او برای پولی که یک شب با دوستانش خرج کرده مدت ها تأسف می خورد
و به شما هم فقط هدایای خیلی کوچکی که از عصبانیت به گریهتان میاندازد، چون میدانید که صاحب یک بانک است و یا در آمریکای جنوبی مزارع بزرگی دارد، تقدیم میکند. با صبر به انتظار روز ازدواج بمانید. موقعی که همسر او شدید، شاید برای رفتن به آرایشگاه پول کافی نداشته باشید، ولی در طلا و الماس و زمرد غرق خواهید شد. چون خرید طلا و جواهرات نوعی سرمایه گذاری است که ثروت خانوادگی را افزایش می دهد. اگر بدشانسی بیوه شدن را داشته باشید، سرمایه بزرگی برایتان خواهد ماند و در حالی که از عظمت آن اطلاع درستی ندارید، بایستی آن را اداره کنید. اگرچه او همیشه نق میزند و ممکن است برای نحوه پختن تخم مرغ و یا تربیت بچه ها ایراد بگیرد، ولی مرد ذاتاً خوش دینتی است. به خاطر داشته باشید که او مردی تاثیرپذیر است و نوعی تمایل به رنج بردن دارد. بنابراین به نفع شماست که خیلی زود مسائل را روشن کنید. وقتی که بیش از حد نق میزند، با درشتی و تحکم جوابش را بدهید. نگذارید با نقنق‌های مداومش آسایش زندگی را از شما سلب کند. اگر موفق شوید با عکس‌العمل‌های شدید خود او را تحت تأثیر قرار دهید، خیالتان می‌تواند راحت باشد، زیرا درست است که او دست از نقنق‌هایش بر نخواهد داشت، ولی نقنق‌هایش فقط زیر لبی خواهد بود. برای به دست آوردن این مرد یک راز وجود دارد و آن این است که شبیه او شوید. او مردی است که به همسری شبیه خودش، یعنی متفکر، کمی از نظر عاطفی سرد، دارای وسواس در مورد جزئیات کار و مسائل جدی زندگی و خلاصه همه چیز احتیاج دارد. اگر شما هم خود را این گونه احساس می‌کنید، دست به کار شوید. خیلی سریع پیروز خواهید شد. در مقابل شما یک زندگی مشترک آرام و آینده‌ای مطمئن با مردی که تمام توانایی‌های لازم برای میلیاردر شدن را داراست قرار دارد. همسر دلخواه مرد شهریور در چه ماهی به دنیا آمده؟ خیلی مشکل است که این دو نفر بتوانند یکدیگر را دوست داشته باشند. و احتمال اینکه بین آنها دوستی عاشقانه کوچکی هم ایجاد شود وجود ندارد. شاید فقط بتوانند دوستان ساده خوبی باشند. مرد شهریور ماه طرفدار پیروی از متد و روش کار در امور است. او شدیداً نگران جزئیات است و همیشه همه چیز را سبک و سنگین می‌کند و می‌سنجد. به همین دلیل نمی‌تواند با زنی که همه چیز را در خطوط بزرگ می‌بیند و کلیات در ذهن به این نقش اصلی را دارد و در ذهن به شدت تحت تأثیر انگیزه‌های ناگهانی است کنار بیاید. با این حال وقتی که در مورد کار و پروژه‌ای همکاری داشته باشند، همه چیز بهتر خواهد شد، زیرا این مرد شوق کار و این زن قوه تخیلی فوق‌العاده دارد. مرد شهریور زن اردیبهشت. مهربانی و لطف زنانه زن اردیبهشت ماه به وجود کمی خشک و پرکار مرد شهریور ماه نور و زندگی خواهد بخشید. زن اردیبهشت به نوبه خود تحت تأثیر این مرد محکم که او را غرق توجه می کند و در ذهن موفق می شود برای او یک موقعیت خوب اقتصادی به وجود آورد قرار می گیرد. ازدواج آنها مانند شراکت دو شخص بالیاقت است که توفیق می‌یابند ثروت و خوشبختیشان را با گذشت سالها افزایش دهند. مرد شهریور زن خرداد. از نظر ستاره شناسی برج شهریور با برج خرداد در حال تربیع است و در واقع متولدین این دو برج طبایع مطلقاً متفاوتی دارند. مرد شهریور ماه وسواس جزئیات را دارد و موشکاف است و به مدت طولانی همه چیز را سبک و سنگین می کند. زن خرداد ماه هر کاری را سرسری انجام می دهد و به سهولت احساس فاضل بودن مرد شهریور ماه را جریحه دار می کند. تمام کوشش های این مرد برای اینکه زن خرداد ماه را به جدی بودن بیشتری وادار کند با شکست روبرو می شود و در آخر بعد از آنکه زندگی را شدیداً به زن خرداد ماه سخت کرده، وی را به حال خود رها می کند. اگر ازدواج آنها در سنین بالاتر صورت پذیرد، امکان توافق وجود خواهد داشت. مرد شهریور زن تیر. در شروع زوج تیر شهریور با نوعی درک متقابل روبرو می شوند. سردی و عدم توانایی مرد شهریور ماه در نشان دادن احساساتش، زن تیر ماه را در یک نوع تنگنای احساسی قرار می دهد
و این اوست که بایستی قدم اول را بردارد. البته با گذشت زمان زن تیرماه برای توانایی انجام کار و همینطور وظیفه شناسی و عشق به خانه که در مرد شهریور ماه به فوفور یافت می شود ارزش زیادی قائل خواهد شد. مرد شهریور ماه هم به نوبه خود به زنی که می تواند گرمی به خانه بدهد و زندگی او را به وسیله تخیل و لطفش از خشکی نجات بخشد وابسته می شود. مرد شهریور زن مرداد. زن مرداد و مرد شهریور مشترکاً به موفقیت عشق می‌ورزند. البته این عشق در زن مرداد ماه به طریق تقریباً آشکار و در مرد شهریور ماه به طریق کاملاً پنهان وجود دارد. زن مرداد به راحتی خود را در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهد و برنامه‌هایش را پنهان نمی‌کند. و برعکس مرد شهریور ماه افکار و درونش را آشکار نمی کند و سالها وقت لازم است تا همسرش انگیزه های واقعی رفتار او را دریابد. زمانی که همسرش به انگیزه های او واقف گردد، اولین درد سرها شروع می شود و با گذشت سالها شدت پیدا می کند. این دو موجود جاه طلب دارای اهداف مشترکی نیستند و هر دو به طور آشکار به رقابت می پردازند و سعی می کنند موفقیت سریع‌تر و بالاتری داشته باشند. مرد شهریور، زن شهریور. برای زن شهریور ما خوشبختی واقعی پیدا کردن مردی است که به خود او شبیه باشد. او در صورت ازدواج با مرد شهریور ماه راضی خواهد شد. این دو نفر یک نوع زندگی شکل گرفته از چیزهای کوچک و بی ارزش برای دیگران ولی با ارزش برای خودشان را دوست دارند. آنها اهل عمل هستند و وقت خود را با رویا پردازی بیهوده تلف نمی کنند. اساس وسعتشان بر پایه استوار از تفاهم فکری قرار گرفته. ازدواج آنها با گذشت زمان بهتر خواهد شد و بچه های آنها که مورد عشق و علاقه هستند قواعد یک زندگی سالم و مؤثر را یاد خواهند گرفت. آنها در اداره امور زندگی روزمره با هم بحث و گفتگو خواهند کرد، حساب خرج و دخل را خواهند داشت و موفق می شوند با کمترین خرج زندگی کنند. دوستان زیادی نخواهند داشت و چون نوعی سردی عاطفی و عدم تفاهم با دیگران را القا می کنند. احتمالاً تقریبا منزوی از بقیه مردم زندگی خواهند کرد. البته این مسئله برای آنها چندان ناخوشایند نیست چون آنها دنیای خودشان را ساختند و در آن خوشبخت زندگی خواهند کرد. مرد شهریور، زن مهر. اگر این دو نفر ازدواج کنند، خانه آنها همیشه مرتب و منظم و پر از دوست خواهد بود. زن مهر به مرد شهریور که همیشه نیازش را به محبت پنهان می کند، مهر و محبتی که خواهانش است خواهد داد. در دراز مدت زن مهر از سردی رفتار این مرد که اغلب ظاهری است رنج خواهد بود و او هم تظاهرات عاشقانه ای را که زن مهر به راحتی از خود نشان می دهد، بیفایده و نامربوط خواهد دانست. البته با کمی درک متقابل ازدواج آنها می تواند موفق باشد. مرد شهریور، زن آبان. مرد شهریور شخصی صحیح العمل و دارای توانایی کاری بالایی است. او زندگی آرام و راحت را دوست دارد. زن آبان هم شوهر آرامی که وقتش را بیشتر در خانه می گذراند و درباره باوفایی او شکی نیست دوست دارد. اگر این ازدواج پایش بر اساس همکاری حرفه‌ای باشد بهترین وصلت خواهد بود. البته خونگرم نبودن مرد شهریور شاید به این زن پرشور و هیجان کمی مایه دلخوری بدهد، ولی بخش ملموس ازدواج آنها معمولاً بی‌نقص خواهد بود. همکاری آنها عالی خواهد بود. زن ایده های جالبی خواهد داشت که شوهر عملاً به آنها تحقق می‌دهد. مرد شهریور، زن آذر. بین این دو نفر در امور فکری و فرهنگی توافقی عالی وجود خواهد داشت. آنها می توانند با هم یک کتاب بنویسند و یا با هم به حرفه روزنامه نگاری بپردازند. اگر عاشق هم شوند، عشقی بدون شر و شور و هیجان خواهد بود، زیرا اساس وصلت آنها می تواند بیشتر ادبی و فرهنگی باشد. زن آذر چون خود جوشتر است، اولین نفر در عدم تحمل این وضع خواهد بود. چیزی که میتواند یک دوستی ارزشمند باشد تبدیل به عشقی احتمالاً ناموفق خواهد شد. مرد شهریور، زن دی. این دو نفر میتوانند با ازدواج با هم به خوشبختی واقعی برسند. آنها مانند دو مورچه پرکار با هم کار و پسنداز میکنند و مسلماً ثروتمند خواهند شد.
آنها برای پول احترام زیادی قائلند و فکر می‌کنند و درست فکر می‌کنند که پول اطمینان و امنیت خاطر می‌دهد. هر دوی آنها به عدم اطمینان درونی عمیقی مبتلا هستند و احتمالاً همین موضوع آنها را کمی عصبی می‌کند. آنها به یکدیگر متقابلاً قوت قلب می‌دهند و به خوبی با هم زندگی می‌کنند. آنها دوست دارند بدون هیجان و شور عاطفی به آرامی زندگی کنند و از آنچه به دست آورده‌اند لذت ببرند. مرد شهریور، زن بهمن. هر دوی آنها از قرار گرفتن در وضعیت‌های احساسی مشکل اجتناب می‌کنند و در هر دوی آنها نوعی بی‌تفاوتی مشابه بدون اینکه ریشه آن یکی باشد نسبت به شور و هیجان عشقی شدید و یا درگیری عمیق عاطفی وجود دارد. بنابراین فوراً زمینه وسیع از موضوعات مشترکی از قبیل علاقه به هنر و پیشرفت و لذت بردن از گفتگوی خوشایند و انزجار از ابتذال و زمختی کشف می‌کنند. هر دوی آنها اعتدال را دوست دارند و تشکیل زوجی مناسب می‌دهند. خانه آنها با سلیقه مبله می شود و با دوستانی معدود ولی عزیز رفت و آمد خواهند داشت. مرد شهریور، زن اسفند. این دو نفر از نظر نجومی و همینطور در زندگی در دو وضعیت مخالف هم قرار گرفتند. زن اسفند کمی مبهم و رویایی و رمانتیک و مرد شهریور سراسر نظم و ترتیب است و در هر کاری طرفدار برنامه ریزی می باشد. از نظر جسمی و ظاهری مرد شهریور از این زن رنگ پریده و شکننده و بیمارگونه خوشش می آید، اما عشق وی عشق کوتاه مدت خواهد بود و بعداً به طور وضوح بیقراری خودش را برای آن چیزی که او آن را بی نظمی عاطفی می نامد نشان می دهد، بدون اینکه درک کند با خفه کردن آن غنای درونی این زن را از بین خواهد برد. اگر آنها ازدواج کنند، ایرادگیری‌های مداوم شوهر این زن را تا سرحد جنون عصبانی خواهد کرد و فرزندان آنها هم از عدم هماهنگی که در خانواده وجود دارد رنج خواهند برد. زن اسفند موفق به دنبال کردن نظمی که شوهرش مایل به برقرار کردن در خانواده است نمی‌شود. او همواره در مقابل فرزندان خود تسلیم می‌شود، در حالی که برعکس او شوهرش با آنها مستبدانه رفتار می‌کند. ازدواج آنها مطلقاً قابل توصیه نیست. یک دوستی گرم و عاطفی بدون زندگی مشترک ممکن است سرنوشت بهتری داشته باشد. پایان.